سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به چنل خودتون تکنولوژی روز و با یک ویدیو جدید دیگر در خدمت شما دوستا. موضوع ویدیو امروز ما هست درباره از اینکه چگونه OBS دانلود نصب و راه‌اندازی کنیم. دوستای خودم قدم به قدم، استپ بای استپ ما شما میریم. قبل از تماشای ویدیو دکمه سابسکرایب بزنین و زنگوله را فشار بدین تا هیچ یک از ویدیوهای تکنولوژی روز را از دست ندهید. خب دوستان، به خاطر دانلود کردن OBS از سایت اورجینال OBS ما استفاده میکنیم و باز فکر کنم با سایز 72 MB ما صاحب یک OBS میشیم و بسیار یک ریکوردر خوب و یک استرملایو خیلی لوکس و خوبش هست. به خاطر از این کار ما میایم گوگل کروم خود را باز میکنیم و در این قسمت ما دوستان خوب می نویسیم OBS. خب دانلود OBS for PC و انتر میکنین دوستای خوبم. در این قسمت بر ما امو سایت اورجینال OBS بر ما شما میکشه. ببینین دوستا، در این قسمت نشته از دانلود OBS. ما این قسمت تکار داریم دوستای خوبم، بالای دانلود OBS کلیک میکنین. وقتی که دانلود OBS کلیک کردین، این صفحه اورجینال خود OBS هست، OBS استودیو. من در این قسمت ببینید دوستان، در این قسمت نوشته است ورژن 25.0.8 و میان این را بالایش کلیک میکنین دوستان خوبم. ببینید من بالای دانلود انستالر کلیک میکنم. اگر شما خواستین که سیودوبت چه دانلود کنین، بالای سیودوبت کلیک میکنین. این دانلود انستالرش برای ویندوز های 64 بت از دوستان خوبم. اگر خواستین سیودوبت، بالای سیودوبت کلیک کنین. از این قسمت دانلود ویا باتریوم و دانلود زی ویو گاید. خب از این قسمت اگر شما خواستین فایل زی پیش دانلود کنین هم میتونین و بالای دانلود انستالر کلیک کنین و به شکل بسیار راحت و ساده و آسان شما میتونین صاحب یک OBS شین. با سایز 70.1 MB هست. ببینین دوستای خوبم، خب ما چون از قبل دانلود کردیم و میایم بالای امیشوین فولدر کلیک میکنم و به این قسم یک شکل داره دوستای خوبم. ببینین بالای OBS استودیو کلیک میکنین و بالای یس و از این قسمت نیکست. چون ما قبلا انستال کردیم و باید چون ما باید OBS کلوز کنم که نمیکنم چون ویدیو قطع میشه دوستای خوبم و میایم مستقیم صفحه OBS بر شما باز میکنم دوستای خودم. ببینین دوستای، صفحه OBS است و ما در حال ریکارد برای شما هستم. ببینین دوستا، در این قسمت ما چی چیزا را داریم و از چی چیزا ما میتونیم استفاده کنیم دوستای خودم. ببینین دوستا، در این قسمت یکی فایل هست edit view profile sense collection tools help. ما دوستا کاری که داریم و کاری که ما آغاز میکنیم از قسمت sense و sources، که یعنی ما یک ویدیو را میایم یک دسکریپچر را ثبت میکنیم و یا ضبط میکنیم و یا لای استریم میریم در یوتیوب، در آپارات، در اینستاگرام، در فیسبوک، هیچ فرقی نداره دوستای خوبه. بیاین وقتی که شما اگر خواستین که یک ویدیو ثبت بکنین و یا یک ویدیو در لای استریم یوتیوب برین، پس از این قسمت بالای امی علامه ات کلیک میکنین. وقتی که بالای علامه ات کلیک کردین دوستای خوبم، در این قسمت شما میبینین که نوشته از گروپ، یعنی شما میتونین چندین گروپ و چندین لایتون رو بین در یک گروپ ترتیب کنین و بعد از او ویندو کپچر دارین و مهم شه بر شما میگم ویدیو کپچر دیوایس که مهمترین بخش از دوستای خوبه. میانین بالای ویدیو کپچر دیوایس، یعنی امو وبکم و یا وبکمی که فعلا شما مرا میبینین در تصویر، وبکم خود ما میایم روی امی ویدیویی که شما فعلا میبینین ما در گوشه قرار دارم است. من در اینجا بالای ویدیو کپچر دیوایس کلیک میکنین که دوستای ما گفته بودن ما چطور بیایم ویب کم در OBS تنظیم کنیم، پس امی گزینه ویدیو کپچر دیوایس هم مربوط از امون میشه. بالای کرییت نیو ویدیو کپچر دیوایس دو اوکی میزنم. از این قسمت شما دوستا میبینین انترجت ویب کم و ایریون ویب کم. من از ویب کم ایریون استفاده میکنم و بزودی بزودی دوستای خوبم بر شما هم یک ویدیو گک ترتیب میکنم و شما میتونید از ویب کم بسیار عالی و دیجیتال استفاده کنید. در این قسمت انترجت که می فعلا وبکم فعلی است که استفاده میکنم و بعد بالای اوکی کلیک میکنین دوستای خوبم و
میبینین که وب کم و در هر گوشه‌ای که من بیم ایره قرار بتم دوستای خوبم من قرار داده میتونم. و این صفحه هم که شما میبینین در این قسمت صفحه خود OBS است که شما میتونین کوچک و بزرگش بکنین دوستای خوبم، و این خود کپچر دیوایس شما هست، میتونین ایره به این گوشه برین به این گوشه، هیچ فرقی نداره. حال دوستای خوبم در این قسمت ببینین، خب ما باید کپچر دیوایس دور پاک بکنم. خب دوستا به این دری قسمت چیز دیگه ای که داریم به نام Audio Input Capture هست و Audio Output Capture هست براوزر. بخش سنس دوستا انشالله در ویدیو بعدی بر شما ما یک ویدیو می سازم. براوزر یک زمانی است که شما می خواهید یک چیز را بر بیننده تان نشان بدیم در بخش لایو استریم یا لایف، که او مربوط بخش لایف میشه انشالله اگر کدام وقت لایف رفتم این بخش باز می باشه. بخش دیسپلی کپچر که فعلا همین صفحه نمایشی که من میرم هر کار میکنم دانلود و یا بعضی چیزهای دیگر من بر شما دوستا گفتم، همین بخش هست دیسپلی کپچر که شما بالاش کلیک کنین میتونین یک دیسپلی کپچر جدیدم بسازین و اوکی بگوین. فعلا من از دو دیسپلی کپچر استفاده نمیتونم الا که من بیایم یک سنس بگیرم و استفاده بکنم، که سنس انشالله حتما بزودی یک ویدیو دربارهش میسازم. از این قسمت شما میتونین بین ایمیج هم بگیرین، فرض کنید من یک ایمیج هم میگیرم دوستای خوبم، بالای براوز کلیک میکنین، از قسمت دانلود میایم. فرض کنیم حالا ما میخواهیم این بارکد هم بیایم بر شما یک تبلیغ بکنم به این قسم، بالای اوکی کلیک میکنین. ببینین دوستا این هم این بخش ای که ما بتانیم یک پیکچر بیاریم روی بخشی که ما میتونیم از استفاده کنیم. اگر شما بین سنس بگیرین بسیار عالی میشه دوستای خوبم. خب ببینین دوستا شما میتونین تبلیغ هم بکنین به بیننده هایتان که شما میتونین از این بارکود که در این قسمت قرار داره شما میتونین استفاده بکنین. خب دوستا بعد از اون میایم در اینجا ببینین آدیو میکسر داریم، که آدیو میکسر چی هست؟ آدیو میکسر امو بخشی که ما همیان صحبت میکنم با شما بسیار یک بخش مهم است دوستای خوبم. یعنی چی؟ ببینین در این قسمت من توسط میکروفونی که من قبلا بر شما معرفی کرده بودم توسط وومیک من با شما صحبت میکنم، بسیار شفاف، ببینین چقدر عالی صدا کیفیت داره. از این قسمت بالای Advanced Audio Properties یا Properties کلیک میکنین، که دوستان ما گفته بودن که ما چطور میتونیم وومیک خود بیاریم به OBS وصل کنیم، میان از این قسمت Properties و در اینجا بالای وومیک دیوایس کلیک میکنین و اوکی میگین، چون ما قبلا انتخاب کردیم با صدا قطع و فصل میشه ترتیب نمیخواد، شما میتونین انجام بدین دوستای خوبه. بعد از او سنس ترانزیشن داریم که مربوط بخش سنس میشه دوستای خوبم، و از این قسمت هم شما بالای اد دارین میتونین سویپ سلایت هر چیزی که خودتون الان میخواین رو میتونین اد بکنین. در این قسمت استارت استریمینگ داریم، استاپ ریکوردینگ داریم، استودیو مود داریم، سیتینگز داریم، اگزیت داریم. استارت استریمینگ که لایو استریم میریم ما با در یوتیوب دار اپارات لایو میریم به شکل لایو. استاپ ریکوردینگ اگر من کلیک کنم ویدیو ام استاپ میشه. استودیو مود که اگر کامپیوتر شما قابلیت بالا رو داشته باشه میتونید از بخش استودیو مود هم استفاده کنین دوستای خوبم. میبینین شما دوستا؟ و بخش ستینگ که در این قسمت در بخش ستینگ دوستای خوب ما میایم همین تنظیمات هایی که فعلا استفاده ما خودم کردیم و با کیفیت HD که شما مرا میبینین در قسمت ویدیو میایین، و چون من ویدیو در حال ضبط دارم نمیتونم استفاده بکنم، خب ما باید یک بایک ریکوردر دیگه بیایم این تنظیمات ها رو به شما بگیم. خب حالا میشه چند چیزش به شما گفت. در قسمت ویدیو بیتریت من ایره به 2500 کیبی پلاس قرار میتین کیبی، و در این قسمت هم ایره من برای 160 قرار میتین، و براوز یاره چون ما در حال ویدیو ریکارد هستم نمیتونم تغییر چنجش کنم. در بخش آدیو میان از قسمت وومی که از این قسمت هم شما میتونن چنج بکنین. در بخش سمپل رید بین ایره به 48000 و 48 کیلو هرتز بر ثانیه تنظیمش بکنین و چینلش هم استریو بگیرین. در بخش هاتسکی که من فعلا استفاده میکنم وقتی که ویدیو شروع میکنم با 5 استارتش میکنم، با کلید 5 میتونم استارت کنم، با کلید 5 میتونم پس ویدیو خود قطع کنم، که چگونه این کارم هم میتونم میام در این قسمت. فرض کنم گفته استارت ریپلای بیف، خب یک چیز کاربردی باشه. البته دوستای خوبم میگیم ترانزیشن رو بر ما بیا با کلید 3 انجام بده،
یعنی از این لاین به لاین دیگه به ترانزیشن سی وقتی ما کلید سی را فشار میتونم مرا از یک لاین به لاین دیگه و می قسم شما میتونین دوستای خوبم که دلیت کنین ایرا اضافه کنین به ایش و هر کار دیگه انشالله در یک ویدیو خاص بر شما این تنظیمات را حال نمیشه دوستای خوبم من بر شما همگی شی به یک بارگی و شما توضیح بدم خوب اما که نصب و اندازی و ویدیو ریکارد هم شما بفهمین بسیار است به خاطر ثبت ریکارد که من هم میاله با شما دارم میتونین به این دری قسمت اد و بیاین بالای دیسپلی کپچر بزنین همین که دیسپلی کپچر زدین اوکی بزنین و بیاین بالای استارت ریکوردینگ کلیک کنین و ریکارد ثبت میشه و بیاین پس بالای استاپ ریکوردینگ کلیک کنین و او ویدیویی که شما ریکارد کردین در کجا میتونین ببینینش در قسمت شما میتونین در قسمت فایل بیاین و در قسمت شو ریکوردینگ در این قسمت تمام چیزایی را که شما ریکارد کردین میتونین ببینین دوستای خوبم این هم بود ویدیو امروز ما امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه دوستای خوبم یادتان نره که چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیو ما را هم لایک کنین تا ویدیو بعد شما را به الله پاک میسپارم و من حتما قول میتونم که ادامه آموزش و بیسه و شما یاد میتونم خداحافظ و مددگارتان دوستای خوبم.